گذاشته یک اسب اثر لی آسمان بلند و بلندتر سپیددم دم گسترده تر رنگ نقره فام شبنم سپیدتر داس ماه به تدریج محو می شد و جنگل نمایان تر می گردید. مردم از خواب شبانه بیدار می شدند. در استبلها صدای شیه اسب ها سمکو بیدنشان بر کاها و نیز شیه اسب هایی که گرد یکدیگر جمع شده و بر سر چیزی با هم جدال می کردند به گوش می رسید. از چران پیر در حالی که درهای کهنه و پرخشخش را باز می کرد و از پارو کرد و گفت خب وقت زیادی دارید خیلی گرست نید اینطور نیست؟ سپس در حالی که با دستش به مادیانی اشاره می کرد که می خواست با شتاب از استبل بیرون رود فریاد زد کجا می روی؟ اسب که نامش نستر بود کت قذاقی پوشیده و کمربند زینتداری به کمر داشت شلاقش را به روی شانهاش انداخته و دستماری با کمی نان به کمرش بسته بود و در دستش یک زین و یک افسار دیده میشد با شنیدن صدای اسب از اسب دست کم رم نکردند چون معنای کلمات تنامیزه او را نمیفهمیدند. از این رو به آرامی در استبل شروع به بیرون رفتن کردند. به جز یک که کهر که یال دراز و آویزانی داشت. این اسب گوشهایش را عقب برد و سرش را با شتاب برگرداند. در این لحظه یک کره اسب ماده که پشت سر او ایستاده بود ناگهان شروع به شیه کشیدن و لگد انداختن کرد و مادیان را به زمین انداخت. اسب با صدای بلندتر و خشنتری فریاد زد لگد نزن و خود به سمت حیات استبل رفت از میان همه اسب که برای چرا می رفتند فقط یک اسب ابلق و اخته وجود داشت که تنها در گوشه استبل ایستاده بود چشم های نیمه بستش را به گوشه دوخته و تیرک چوبی طویله را لیس می زد. لذتی که حیوان از این کار می برد. به سختی قابل بیان کردن بود اما این کار را با حوصله و اندیشمندانه انجام میداد. داد از با همان صدای خشن فریاد زد راه بیافت و بعد به سمت اسب ابلغ رفت به اون نزدیک شد زین و نمد زیر زین اسب را روی پشت از کود گذارد که در نزدیکی اسب قرار داشت اسب ابلق و اخته از لیست زدن تیرک چوبی دست برداشت و بیان که حرکتی کند به اسب چرا نگریست در حالت نگاه کردنش هیچ گونه نشانه از شادمانی، خشم یا افسردگی نبود فقط همه شکمش را تو داد و آهی از ته کشید و از کنار تیرک چوبی دور شد. اسب چران گردنش را گرفت و ناشتایش را جلویش ریخت و پرسید چرا آه می اسب دومش را تکان داد. گویی که میخواست بگوید خوبم نستر. نستر نمد زیر زین و زین را به پشت او گذارد. اسب گوشهایش را تیز کرد. به گونه ساده ای ناراحتی خود را که چیزی جز بیزاری از این زین پوسیده نبود نشان داد. اسب چران تنگ اسب را محکم کرد. در این موقع اسب اخته کوشید بدن خود را جمع کند. لاکن دهانش را به زور باز کردند چون اسب با زانوی خود به پهلوی او زد و اسب ناگزیر شد تا نفسش را بیرون دهد. با وجود این وقتی لغمه را بین دندانهایش گذارد یک بار دیگر گوشهایش را تیز کرد و به پیرامون خود نگریست با اینکه میدانست نشان دادن ناخشنودیش اثری نخواهد کرد اما لازم میدید که مثل همیشه آن را نشان دهد هنگامی که او را زین میکردند با سوم باد کردش به زمین کوبید و لغمه را زیر پایش له نمود برای این کار دلیل خاصی داشت زیرا میخواست به اسب بفهماند که از این لغمه خوشش نمی آگد. نستر از رکاب کوچک اسب بالا رفت و بر پشت او نشست. شلاقش را به حرکت درآورد. سپس آن را بالا برد. کت غذاقیش را از زیر زانو آزاد کرد و طوری روی زین نشست که برای درشکچی ها و شکارچیان و عجیب به نظر می سپس مهمیز زد. اسب سرش را بلند کرد تا از اسب بپرسد که باید به کجا برود اما از جای خود تکان نخورد. میدانست از پیش از این که آنجا را ترک کند کسی که بر پشت او نشسته است با فریاد دستورات زیادی به واسکا اسب دیگر و سایر اسبها خواهد داد. براستی نیز چونین بود نستر فریاد زنان گفت واسکا آهای واسکا ای ابلیس پیر مگر خوابی در را باز کن بگذار اول ماده از پا بروند و دستوراتی شبیه این داد در با صدای خشخش باز شد واسکا با بیحالی و با حالت خوابالوده در حالی که لگام اسب را در دست داشت در کنار در خروجی استبل ایستاده و ها بیرون میرفتند ها یکی پس از دیگری از روی کاها میگذشتند و آن را بومی میکردند و بیرون میرفتند کره های جوان و اسبهای تازه وارد دو سال شده های خود را بالا آورده و در یک زمان با شتاب خارج میشدند. کره اسب ها گهگاه میخواستند دوتایی بیرون بروند و کله هایشان به هم میخورد. گاهی گاهی مادیان های ناشناس را لگت میزدند و در پاسخ به شیهه مادرانشان با صدای بلند شیحه می میکشیدند. یک کره اسب جوان که، انباشته از گستاخی بود پس از خارج شدن از در سرش را بلند کرد و آن را تکان داد و شیهی کشید اما از اسب پیر و خاکستری رنگ به نام جولدوبیا جلو نیفتاد این اسب با گام های آرام و استوار با تکان دادن شکمش راه میرفت و مثل همیشه پیشتاز اسب ها بود با سپری شدن چند لحظه حیات استبل که پر از سر و صدا بود در تنهایی اندوه باری فرو رفت. درهای واقع در زیر استبل خالی بودند و فقط کاهای چروکیده و خاک انباشته از پهن دیده میشد. شد. از پخته که با این صحنه آشنا بود حالت قمالودی به خود گرفت. با هستگی سرش را پایین آورد و تا آنجا که تنگ اسب اجازه میداد آه عمیقی کشید. سپس به دنبال گله از پا به راه افتاد و نست را بر پشت خود سواری داد. از بخته با خود می اندیشید. می دانم به مز این که از جاده خارج شویم. اسب چران آتشی روشن می کند و چپاق خود را چاق می کند. از این کار او خوشحالم چون اول صبح هست. روی علف ها پر از شبنم است و رایه آن یادآور بسیاری از خاطرات خوب زندگی من می باشد. تنها اندو همین است که وقتی پیر مرد چپق خود را چاق کرد و زیر لب گذارد، آن وقت مثل همیشه به هیجان آید. خواب و خیال به سراغش آید. یک وری روی پشت من بنشیند. طوری که نیفتد، اما مرا ناراحت کند. خداوند کیفرش را بدهد. من به رنج بردن به خاطر دیگران خو گرفتم حتی از این کار لذت میبرم، بگذار فکر کند که سلطان اسب سواری است، بیچاره. و به همین خاطر است که این اندازه گنده به نظر می آید. بگذار یکوری بنشیند و با این اندیشه در حالی که به آرامی روی پاهای خمیده خود حرکت میکرد، در تور جاده، به راه افتاد مستر پس از اینکه گله اسب ها پا را پایین رودخانه برد تا در نزدیکی آنجا چرا کنند خودش از اسب پیاده شد و زین را برداشت در این هنگام گله به آهستگی شروع به چرخیدن در چراگاهی کرد که هنوز زیر پای اسبان لگدمال نشده و پوشیده از شبنم و بخاری بود که از چمنزار مرغوب و رودخانه پیرامون آن در می‌خواست. نستر افسار اسب اخته را باز کرد و زیر گرویش را خاراند و اسب با بستن چشمهایش شادمانی خود را از این نوازش نشان داد. نستر گفت سگهای پیر اینجور نوازش کردن را دوست دارند اما از پخته به راستی اینطور نوازش کردن را خیلی دوست نداشت و تنها از سر نازک تب ایوانه مود که از این کار خوشش می سرش را به دلیل سپاسگزاری تکان داد اما ناگهان نستر به گونه یه پیشبینی نشده ای و بدون هیچ دلیلی و فقط به خاطر اینکه خیال می کرد مبادا این نوازش کردن اسب او را لوس کند و خیالات نادرستی را در ذهنش پدید آورد بدون هیچ هشداری سر اسب را با فشار از خود دور کرد. سپس در حالی که افسار را تکان میداد با سگک کفشش با شدت به تن حیوان کوبید. بعد بیان که حرفی بزند کنار کنده درختی رفت و نزدیک آن روی زمین نشست. انگار که چیزی روی نداده است. هرشن که ایوان از کوتک خوردن خشمگین شده بود اما به روی خودش نیاورد. با آسایش خاطر دوم باریکش را تکان داد. در حالی که علفها را از سر تفریح بومی کشید به سمت جنوب رودخانه رفت. بیان که توجهی به کر از پای جوان به و برای خوردن آب با شکم خالی به راه افتاد و به سمتی از رودخانه رفت که خیسی و لغزندگی کمتری داشت. سر سمها و پاهای پسین خود را در آب خیس کرد. پوزش را داخل رودخانه کرد و با لبهای برگشته به آب خوردن ادامه داد. بدنش را تکان داد و خوشنودیش را با تکان دادن دمش نشان داد. کرس به شاه بلوتی رنگ که خیلی شیطان بود و همیشه مثل از پای پیر شیه میکشید و او را اذیت می کرد به سمت آب آمد تا ظاهرا آب بخورد. اما واقعا میخواست آب را به هم بزند. از بخته که به اندازه کافی آب خورده بود توجهی به کرس به ماده و گستاخ نکرد و به آرامی پای گلالود خود را جلوی پای دیگرش گذارد. سرش را تکان داد و از کرس به گستاخ دور شد. سپس شروع به خوردن علف کرد. در حالی که پاهایش را به طرز عجیبی می کشید و علفها را زیر پاهایش له نمی کرد. سه ساعت چرا کرد و در این مدت از آنجا دور نشد. وقتی آن اندازه علف خورد که شکمش مثل یک گونی از دنده های باریک و تیزش بیرون آمد با حالتی استوار روی چهار پای خود ایستاد. به طوری که فشار کمتری به پاهایش و به ویژه به روی پای راستش وارد شود چون از همه پاها ضعیفتر بود سپس روی ها دراز کشید و خوابید. یک سن پیری افتخارآمیز وجود دارد. یک سن پیری نفرت انگیز هم هست. یک سن پیری تره هم وجود دارد. و نیز یک سن پیری هست که هم افتخارآمیز و هم نفرت انگیز است. سن پیری که اسب اخته در آن قرار داشت از نوع سوم بود. اسب پیر جسه بزرگی داشت. بلندیش از نوزده پهنه دست بیشتر بود. رنگ پوستش سپید و خالهای سیاه داشت. یا دست کم در گذشته چنین بود. حالا خالهای سیاه به رنگ قهوه کسیفی تبدیل شده بودند. سه تا از خالهای سیاه بر روی تنش باقی مانده بود. یکی روی سرش بود که شکل ستاره کجی را داشت و تا روی بینی و نیمی از گردنش می رسید. یار درازش که با سراخهای گوشش در هم شده بودند کمی سفید و کمی قوی رنگ بود دومین نقطه خال خالی در سمت راست بدنش قرار داشت و نیمی از شکمش را می پوشانید. و سومین نقطه خال خالی بر روی پشتش بود که قسمت بالای دمش و نیمی از کمرش را در بر می گرفت بقیه دمش سفید و به رنگ گوناگون بود کله بزرگ و استخانیش از فرط سنگینی آویزان شده و از گردن افتاده بود گویی که از جنس چوب است از پشت لب آویزانش زبان سیاه و قرمزش دیده میشد که از گوشه بیرون آمده و دندانهای دراز زرد و پوسیدهش آشکار میشدند. شدند. گوشهایش که یکی از آنها شکافته بود و روی نیم رو خشم افتاد. گهگاه گوشهایش را تکان میداد تا مگس های سمج را از اطراف خود دور کند. یک تره دراز بر پشت گوشهایش آویزان شده بود. پوست گونهش به دشواری بر استخانهای گونه چسبیده بود. رگهای گردن و سرش برآمده شده و هرگاه مگس روی آنها می نشست می و تکان می خوردند. حالت چهرش از بردباری زیاد و تفکری ژرف و وجود دردی حکایت میکرد دستهایش از زانو خم شده بودند روی هر دو سم او ورمهایی دیده میشد پاهایش وضع بهتری داشتند اما اثر کوفتگی شدیدی بر گردش وجود داشت دستهایش در مقایسه با بدن بسیار لاغرش بی اندازه دراز به نظر می رسید. دنده هرچند که زخیم بود اما کاملا آشکار بود که پوست فرو رفته در بین دنده ها خشک شده می نمایاند. پشت و برامدگی های بین استخوان کتف پوشیده از زخم های کهنه بود. در پشت حیوان هنوز یک زخم نسبتا تازه و ورم کرده و چرکین دیده می شود. در قسمت نزدیک به دوم، در آنجا که موهای سفیدی رویده بود، اثر زخم دیگری در کتف جلو دیده می موی سر و سر بدنش هرچند که کوتاه بود، اما راست ایستاده بودند. با وجود زشتی که این اسب به آن رسیده بود هر کس به او نگاه می کرد بی اختیار به فکر فرو می رفت و چنانچه یک خبر اسب بود بیدرنگ می گفت که این اسب روزگاری اسب بسیار خوبی بوده است و نیز می گفت که تنها یک نژاد اسب در روسیه وجود دارد که می تواند چون این درشت چون این مفاصل بزرگ چون این سمهایی چونین استخانهای باریک پا، چونین گردن خمیده، مهمتر از همه، چونین کاسه سری با چشمهای بزرگ و سیاه و درخشان، چونین شبکه کاملا پرورش یافته یه اصابه سر و گردن و چونین پوست و موی زریف داشته باشد. در واقع شکل اسب حکایت از نوعی اصالت می کرد. در ترکیب بدنش نشانه های ناگواری از افتادگی، تنوع رنگ های پوست، فعالیت، متکی بودن بر خود و آگاهی از زیبایی و قدرتش به چشمی خورد. همچون یک ویرانه هنوز پا در میان زمین شب نمزده تنها ایستاده بود. در حالی که در فاصله نزدیک او صدای چهار نعل رفتن شیه های زنده و جست و خیز گله های پراکنده به گوش می رسید. پرتوی آفتاب از فراز جنگل گذشته و به درخشانی بر علفها و رودخانه مارپیچ میتابید. شبنم خشک شدند و ریزش قطرات آنها باز ایستادند. آخرین مه بامدادی همچون دود حلقه شدند و بالا رفتند و ابرهای کوچک و پرپیچ و تاب هویدا شدند. لاکن هنوز از باد خبری نبود. در آن سوی رودخانه درخشان از نور چاودارهای سبز رنگ قرار داشتند که بر روی ساقه های خود خم شده بودند. هوا انباشته از رایحه سبزه ها و گل های تازه و خوشبو بود. فاخته با آوای پرترین خیش در در جنگل نقم سرداده بود نستر که در حالت دمر روی زمین دراز کشیده بود به شمارش سالهای از عمرش سرگرم بود که می بایست زنده بماند. واسکا سرش را زیر علفها پنهان کرده و به خواب رفته بود. مادیان ها با پراکنده شدن در زمین چراگاه پیرامون واسکا سیرک بزرگی را انداخته بودند. اسبهای پیر در حالی که شیهه می و مسیر درخشانی را در میان علفهای انباشته از شبنم دنبال می کردند به دنبال جایی می گشتند که کسی مزاحمشان نشود. آنها از چریدن دست برداشته و فقط تیغه ی علفهای آبدار را دندان می زدند. کله همه ی این اسبها به گونه دیده نشدنی در یک مسیر قرار داشت. این بار نیز جلدوبیا پیر پیش تازه همه از پا بود و ثابت می کرد که می تواند باز هم بتازد. موشکای جوان پس از انداختن اولین تا پاله خود شیهی کشید و دمش را بلند کرد و کررس به بنفش رنگ خود را با سرزنش وادار به انجام کاری کرد. آتلانسیا جوان که پوست نرم و درخشانی داشت سرش را به زیر انداخته و پیشانی و چشمهایش در زیر کاکل سیاه و ابریشمیاش پنهان شده بود با علفها بازی می کرد. آنها را به دندان می گرفت و می کند. پایش را با مچ خشمگین آن به زمین می کبید. یکی از کرره از پای کمی بزرگتر که سرگرم بازی بود برای ششمین بار دم کوتاه خود را مانند پر بلند کرد و در پیرامون مادرش جست و خیز نمود. مادر به آرامی دم کره را در میان علف ها می گرفت و آشکارا هیکل فرزندش را ورانداز می کرد و گهگاه می ایستاد و با چشمهای درشت خود به او خیره میشد. یکی از این کره از پای جوان که به سیاهی زغال بود ای بزرگ با کاکلی برجسته داشت که بر روی گوشهایش میافتاد. دمش را به سمت شکم مادرش گرفته بود. اسب همان گونه که بی حرکت در جای خود ایستاده بود گوشهایش را تیز کرده و چشمهای درشتش را از سر حسادت یا آزردگی به کر اسبی دوخته بود که بالا و پایین می پرید و میرقصید و به نظر می رسید که خودش هم نمیدانست چه می کند. برخی از کر اسبها از پستان مادر شیر می خوردند. و با بینی خود به شکم مادر سخمه میزدند. سایر کره ها به دلیلی نامعلوم بدون اجازه مادرشان در مسیری کوتاه به گونه ناشیانهی در جهت مخالف چهار نعل می رفتند. گویی که دنبال چیزی می گردند. سپس برای لحظه ای از حرکت باز می و با صدای بلندی شیهه می کشیدند. بعضی از کره ها در یک ردیف به پهلو خوابیده بودند. برخی تمرین چرا کردن می کردند. بعضی با پاهای خود پشت گوشهایشان را می خارندند. دو مادیان که هنوز جوان بودند به تنهایی راه رفته و آهسته پاهایشان را تکان می دادند و چرا می کردند. آشکار بود که سایر از پا به آن دو احترام میگذاشتند و هیچ یک از کره از پای جوان جرأت نزدیک شدن یا مزاحمت برای آنها را نداشت. چنانچه یک کره به اسب شیطان به سرش میزد تا به آن دو نزدیک شود، مادیان ها با حرکت گوش یا دم خود به او میفهماندند که نباید این کار را بکند. از پای وارد دو سال شده و جوان وانمود می کردن که کاملا رشد کرده و بزرگ شدهاند. چرا که به ندرت به کارهای بیمزه دست میزدند یا اینکه به کرسپای شوخ و شنگ نمی پیوستند. با آداب و تشریفات خاصی تیغ یعلف را دندان می زدند. کوتاه و تراشیده خود را که همچون گردن قو بود خم می کردند. گویی که از دمهاگشان خیلی خوششان می آمد. شبیه از پای بزرگ روی زمین دراز می کشیدند. قلت می زدند و پشت یکدیگر را می خاراندند. شوخوشنگترین دسته کررسپا را دو به ماده دو ساله و سه ساله تشکیل می داد که تا کنون آبستن نشده بودند. برای خودشان می گشتند و مانند دختران باکره سر و صدا می کردند و صدای بلند سمکوبیدن و شیه کشیدنشان به گوش می رسید. به هم نزدیک می شدند. سرشان را به روی شانه یکدیگر میگذاشتند، هوا را بو میکشیدند. کشیدند. گهگاه دومشان را مانند پرچم مقدس دنیس بلند می کردند و با غروری پیروزمندانه در یک نیمه یورتمه و نیمه ی چهار نعل به چپ و راست خود میچرخیدند. در میان این کر جوان که از زیبایی و حرکت تند و نشات انگیز خود آگاه بودند کر به ماده کهر و چموشی وجود داشت. سایر کررسپ ها چشم به پای او دوخته و هر چه که انجام میدادند تقلید می کردند و هر جا که میرفت رفت گله پای زیبا در پیش بود. در بامداد آن روز این کررسپ چموش خیلی سرحال بود. روح شیطنت در دیده می شد. همان گونه که در انسان ها نیز گاهی وجود دارد. در کنار رودخانه سر به سر اسب اخته پیر گذارد. در آب چهار نعل تاخت و وانمود کرد که از چیزی ترسیده. با سر و صدا دوید و سپس در میان چراگا با شتاب دوید به طوری که واسکان ناگذیر شد به سرعت دنبال او و سایر کره از پا برود. پس از لحظه ای چریدن شروع به قلتیدن کرد و با دویدن خود سر به سر دو مادیان پیر گذارد. سپس کره را که از پستان مادر شیر میخورد از مادر جدا ساخت و دنبالش دوید و وانمود کرد که میخواهد او را گاز بگیرد مادیان ترسید و از چرا کردن دست برداشت کره به کوچک با صدای ترحم آوری شیحه کشید لکن کرس به چموش او را گاز نگرفت و فقط میخواست او را بترساند و صحنه جالبی را برای دوستان خود که با علاقه مندی به کارهای او نگاه میکردند به وجود آورد. آنگاه به راه افتاد تا توجه اسب سرخرنگی را جلب کند که در آن سوی رودخانه قرار داشت.